میزان مرگ و میر کودکان زیر سن پنج سال در اثر امراض قابل پیشگیری در جریان دو دهه گذشته در افغانستان نزدیک به پنجاه درصد کاهش داشته این در حال است که بر بنیاد یافته های وزارت صحت افغانستان هنوزم بالاتر از چل درصد اطفال افغان مورد تهدید سوی تقدی قرار دارند چگونگی روند زیست و یا هم مرگ و میر کودکان افغان را خواستیم با محترم سریا دلیل وزیر صحت افغانستان که همکنون در استودیو کابل حضور دارن مورد بحث قرار بتیم خانم دلیل سلام بر شما و از اینکه به دعوت ما لبیک گفته تشریف آوردین جهان سپاس ما سوال اول خود از اینجا آغاز می کنم که علت کاهش مرگومیر کودکان زیر سن پنج سال چی بوده خانم دلیل تشکر از شما بله در افغانستان میزان مرگ و اطفال زیر پنج سال کاهش پیدا کرده یعنی اطفال که در افغانستان تولد میشن نوزادان که در کشور زاده میشن چانس زنده ماندنشان نسبت به چند سال گذشته بهتر است چانس که حیات داشته باشند و انکشاف کنن به افراد بالغ و افراد کاهل زیادتر شده ای به است که تا چند سال قبل از هر چهار کودک که در افغانستان تولد میشد یکیش قبل از سن پنج سالگی از بین میرفت امروز از هر ده کودک که در افغانستان تولد میشه یکیش قبل از سن پنج سالگی از بین میرن علتش ای بوده که در قدم اول ابتداد زیاد از این مرگ و میرها از سبب سینه بغل اسهالات سرخکان ملاریا و سوی تغذیه است افغانستان در سالهای گذشته در راستای وقایه و تداوی سینه بغل اسهالات سرخکان ملاریا و سوی تغذی پیشرفت های بسیار خوبی را داشته مثلا ما سال گذشته واکسین سینه بغل معرفی کردیم که برای اطفال زیر یک سال تطبیق میشه یا به می ترتیب تطبیق سایر واکسین ها برای اطفال که جهت وقایع اطفال از نو مرض بسیار کشنده دوره طفولیت که یا از بین میبره و یا معلول میکنه پیشرفت های بسیار خوب افغانستان داشته در پهلوی از او در راستای سوی تغذیه ما پیشرفت خوبی داشتیم و افغانستان اطفال افغانستان در قسمت دسترسی به غذا دسترسی به آب و آشامیدنی تغذیه با شیر مادر در وضعیت بهتر قرار دارن نگفته نمانه که تقریبا تمام کلینیک هایی که در سراسر سر افغانستان کار میکنن ای کلینیک ها قادر هستند که امراض کشنده و معمول دوری طفولیت تداوی و مداوا کنند؟ تشکر خانم دلیل بر اساس گزارش شما میزان مرگ و میری کودکان از سال 2012 البته میلادی با سال 1990 یعنی زمان مقایسه میشه که در واقع در اون زمان خدمات صحی در حد نهاییش اندک بوده اما شما چرا این میزان را با چهار سال یا دو سال پیش که سکتور صحی اغلب شگوفایی های داشته مقایسه نمی کنین آیا تفاوت جدی و یا همکار اساسی به خاطر جلوگیری از مرگ کودک و مادرش و شکل که باید میشد شده یا خیر؟ بله ما این ارقام از با دو سال گذشته با چهار سال گذشته با هشت سال گذشته با ده سال گذشته و با دوازده سال گذشته و مثل که شما گفتین با دهین نزدنوار هم مقایسه کردیم چون از نظر سوابق و تاریخچه این سوابق دیده میشه ولی پیشرفت های ما در چهار سال گذشته هم بسیار خوب بوده مثل که خدمت شما عرض شد معرفی واکسین سینه بغل یکی از اون مثال ها بوده پیشرفت در قسمت تداوی اطفال در راستای سوی تغذی یکی از پیشرفت ها بوده مثلا من اجازه این خدمت تا کنم که هموطنان ما بخاطر دارن که تا چند سال قبل سرخکان یک مرض بود که در زمستان و در فصل سرما جان صدها طفل در یک قریه می گرفت ما در بعضی قریه ها و ولسوالی های افغانستان به نام قبرستان سرخکان داریم که چند صد طفل در تای چند روز از سبب مرض ساری سرخکان از بین رفتن اما امروز فضل خداوند ما ای که سرخکان من یک اپیدیمی بیاید و به طور کتلوی بیاید در یک جای در یک قریه در یک گولسولی. ما دیگه ای, ای ناجوری مهار گشته وزیر با مزرد پیشرفت در راستای توبرکولوز خبرها همیشه خوش است ولی وقتی از تلف شدن یک طفل و یا یک انسان صحبت میکنیم ما نیاز می‌بینم کی سوال از شما دوباره تکرار بکنم و یا هم نحوهش تغییر بدم شما خودتون میگین که در سال 1990 در افغانستان از هر هزار طفل 192 طفل جان میداد در حالی که بر اساس یافته های شما ممکن امروز هم هنوز از هر هزار تفل 90 کودک جان خود از دست میده و به کام مرگ میره آیا مرگ 90 کودک را در هر سال شما چگونه میتونین توجه بکنین ملامت در اینجا کی است چرا هنوزم هم 90 طفل تلف می شده. یک مملکتی که گویا تمام امکانات صحی برش مهیا است و صحت هم در این مملکت رشد و سزا داشته بر اساس گزارش شما ام اجازه بدین ارقام که شما ارائه کردین درست کنم بفرمایید ام امروز در افغانستان از یک هزار ولادت زنده یعنی در یک هزار تولد زنده که در افغانستان صورت میگیره 97 طفل قبل از سن 5 سالگی از بین میره در حالی که تا چند سال قبل از یک هزار تولد که در افغانستان تولد زنده که صورت می گرفت 256 طفل از بین می رفت یا به باری دیگه اگر به شکل آسان و آنفه مراه کنیم امروز از ده نوزاد که در افغانستان در یکی از خانواده های افغانستان با بحیث یک طفل افغان تولد میشه تنها یکیش قبل از سن پنج سالگی از بین میره در حالی که تا چند سال قبل از چهار طفل که تولد میشد یکیش قبل از سن پنج سالگی از بین میرفت چند سال قبل؟ از خاطر صورت گرفته که یک بخشش بله؟ چند سال قبل از چهار طفل یک طفلش طرف میشد؟ پیشرفت از سب... از این پیشرفت ها سبب بوده که یک بخش از این پیشرفت ها سبب خدمات صحی بوده ولی یک بخش دیگه از این پیشرفت ها سبب بهبود وضعیت غذایی از سبب بهبود آب آشامیدنی اسهالات یک علت عمده مرگومیر اطفال زیر پنج سال است و بهبود آب آشامیدنی وضعیت بهتر آب, آب در, در خصوصا جاهای دوردست افغانستان آگاهی خانواده ها مخصوصا مادرها در قسمت از که طفل بیمار خود چطور برش رسیدگی کنن و را به شفاخانه یا به کلینیک ببرن موضوع واکسین یکی از بحث های بسیار عمده بوده که دولت افغانستان به او توجه کرده به او سرمایه بزاری کرده خانم دلیل با مزرد و این ای پیشرفت ها بازم بازم ما و شما صحبت های شما خیلی بجا است شما از پیشرفت ها صحبت میکنین و از توجه که صورت گرفته اما بازم من تکرار میکنم شما میگین که خب اگر آماره را که من قبلا دادم تا حد متناقض هم بود با آماره که شما دادین ولی حالا میگین که از هر ده کودک یعنی از هر ده خانواده یک خانواده طفل خود از دست میتن وقت زایمان و یا هم پیش از پنج سالگی تلف شدن این یک تفل در بین ده تفل نه. اتبت... علتش و یا هم سببش کی بوده میتونه؟ چی بوده میتوند؟ ام... سببش باز هم یک, یک قسمت اسباب از این اسباب ولادی هست مثلا امراض که طفل به طور ولادی به شمول به طور مثال امراض قلبی بوده میتونه انوز هم هم ساری یک دلیل از بین رفتن اطفال بوده میتونه به شمول ملاریا به شمول توبرکلوز شمول مثلا مننجایتس بله و, و این مرض ها من فکر می کنم همشان پیشگیری کننده اینا، اینا. هستن اینا. یعنی قابل پیشگیری است. کارکرد بهتر به خاطر جلوگیری از تلف شدن حداقل یک طفل در ده طفل در یک سال آینده یا دو سال آینده پلانی که روی دست دارین چی بوده میتونه وزیر یک یک گپ بگویم که یک علت دیگی از این مرگومیرها مرگومیر ها مسائل مربوط به دوره نوزادی است مثلا تولدات قبل از وقت است اطفال که در زمان دوره نوزادی خود یعنی در روزهای اول نوزادی با مشکلات مواجه میشن که با مشکلات با مداخلات پیشرفتی تبی ضرورت دارن ایره متوجه باشین افغانستان در سالهای آینده هم یک قسمت اطفال در زمان طفولیت از بین خود رفتن امروز کشورهای پیشرفته هم و یا کشورهایی که درجه متوسط پیشرفت دارن یک تعداد اطفالشان از بین میره یعنی ما اگر بگیم این زریب کاملا به صفر تقرب کنه افغانستان آها. چند دهه ما... باید به او بپیمایک کاملا صفر تقرب ما کنه یک چیز هم که میخوایم پرسان بکنم چون اسباب مادری با مذرت فقط یک چیز دیگه که نگران نگرانی برانگیز است بر افغانها خطر مرض فلج و یا هم نحوه رسیدن واکسین های پولیو و اطفال افغانستان از با وجود از که ما همه شاهد هستیم که هزاران مهاجر از مرزهای پاکستان به افغانستان سرازیر شدند به افغانستان یک پیام کوتاه و خاطر مبارزه با مرض فلج اطفال از شما اگر داشته باشیم کوتاه لطفا حکومت افغانستان در قسمت محو ویروس پولیو تعهد داشته این تعهد حکومت افغانستان در سالهای, در سالهای گذشته از مقام عالی ریاست جمهوری خود شخص رئیس جمهور شروع تا, تا وزیر سهتامه تا والی هایی که در سطح ولایت کار کردن و متنافذین ولایت ها مشهود و واضح بوده افغانستان پیشرفت های خوب را در مهار کردن انتشار ویروس پولیو داشتن پیام مئیس که تمام خانواده ها در هر جای افغانستان از ای که طفلشان نه تنها در برابر پولیو بلکه در برابر تمام امراضی که امروز واکسینش داریم و این واکسین ها مجانی در کل افغانستان تطبیق میشه مطمئن شوند بسیار زیاد تشکر یک بار دیگه من از شما از صمیم قلب به نمایندگی تمام همکارا و بیننده ها تشکری میکنم که وقت شما را با خود داشتیم در اینجا